ایران، آبان ماه 1398 و اینجا لندن 8 سال پیش، مرداد 1390. اعتراض هایی که شاید در محتوا ربط چندانی به هم ندارند. پرسش اما نحوه برخورد پلیس با معترضان است. شعله خشم معترضان در هر دو کشور به آتش زدن اماکن عمومی انجامید. در بریتانیا مغازه ها غارت شدند. مردم دیشب ریختن، هر چی داشته بردن. در مواردی در ایران همین اتفاق افتاد. اما پاسخ پلیس دو کشور به این وقایع بسیار متفاوت بود. کشتن. در ایران خونین ترین سرکوب 4 دهه اخیر رقم خورد. مقامات و رسانه‌های حکومت ایران در توجیه شدت خشونت به کار رفته برای سرکوب معترضان به مواردی مثل آتش زدن اماکن عمومی و حمل سلاح‌های سرد و گرم اشاره می‌کنند. اما آیا تخریب یا حتی حمل سلاح دلیلی موجه برای تیراندازی مستقیم و کشتن معترضان است؟ به دیدن معاون پیشین شهردار لندن در امور انتظامی و جنایی رفتم تا از روش‌های پلیس بریتانیا در این شرایط بپرسم. پلیس آموزش می‌بینه که چطور معترضان رو مدیریت و مهار کنه. کسایی که اول تظاهرات می‌کنن ولی بعد به خشونت افراطی و به هم زدن نظم عمومی متوسل میشن. در شرایط خشونت شدید هم دست به تفنگ نمی‌برن تا به مردم شلیک کنن. این کاریه که در قرن 19 می‌کردن، که حکم شورش رو قرائت می‌کردن و تفنگ رو در می‌آوردن و شلیک می‌کردن. ما دو قرنه که این کارو نکردیم. شورش در بریتانیا در سال 2011 به خاطر مرگ یک جوان سیاه‌پوست به ضرب گلوله پلیس شروع شد. پلیس مظنون بود که مارک دوگان عضو گروه‌های تبهکار باشد. مرگ او آغازگر شورش اول در لندن و بعد در شهرهای دیگر بریتانیا شد. در جریان شورش اماکن تجاری و ماشین‌ها به آتش کشیده شدند و مغازه‌ها غارت شدند. اما کسی به دست پلیس کشته نشد. پلیس بریتانیا معروف است که سلاح گرم هم نمی‌کند. شماره محدودی از افسران پلیس برای مأموریت‌های ویژه مسلح هستند که عضویتشان در این تیم داوطلبانه است. اما چطور بدون حمل سلاح می‌شود فرد مسلح را خلع سلاح کرد؟ این مرد در لندن که قمه به دست دارد بدون استفاده از سلاح مهار می‌شود. اما رفتار نیروی امنیتی ایران در گرگان با این فرد که به نظر می‌رسد تبر به دست دارد متفاوت است. کسی در خیابون کشته شده و پلیس مسلح میرسه. یه نفر تفنگ و یکی چاقو داره. اولین اقدام پلیس این نیست که بهشون تیراندازی کنه. اولین کار استفاده از شوک الکتریکیه. اول این کارو می‌کنن تا ببینن که مؤثر هست یا نه. اینجا محی‌الدین مایر به مردم عادی در مترو با چاقو حمله می‌کند و فریاد می‌زند به خاطر برادرانش در سوریه این کار را می‌کند. پلیس با شوک الکتریکی او را دستگیر می‌کند بدون شلیک گلوله. البته استفاده از شوک الکتریکی روشی جنجال برانگیز است. 3 سال پیش شوک الکتریکی باعث مرگ دالیان اتکینسون، ستاره سیاه‌پوست سابق تیم استون ویلا شد. آقای اتکینسون ناراحتی قلبی داشت و شوک منجر به سکته و مرگ او شد. آقای گرین‌هالج میگوید در شورش‌ها پلیس از سپر و باتوم استفاده می‌کند. در مرحله بعد برای متفرق کردن گروه‌های بزرگ با اسب وارد میدان می‌شوند. مرحله آخر گلوله پلاستیکی است. خیلی خیلی به ندرت پیش میاد فرمانده حاضر در صحنه به مرحله بعد متوسل بشه که استفاده از گلوله پلاستیکیه. شاید کشنده باشن، همونطور که در بقیه اروپا میبینین. مثلا طوری که پلیس اسپانیا از گلوله پلاستیکی استفاده میکنه، پلیس بریتانیا هیچ وقت اینطور استفاده نمیکنه. پلیس هیچ وقت به قصد کشتن تیراندازی نمیکنه، مگر اینکه احساس کنه خطر کشته شدن عده بیشتری جدیه. در اون صورت هم هدف تیراندازی فقط متوقف کردن طرفه. پلیس بریتانیا پس از شورش ها 5000 نفر را دستگیر کرد و 1000 نفر را روانه زندان کرد. اما در جریان برخورد پلیس با معترضان کسی کشته نشد. در بیرمنگام بعضی به طرف پلیس شلیک کردند، حتی به هلیکوپتر بالای سرشان. از دور کسایی رو دیدم که به نظرم قمه دستشون بود و بغل پاشون نگه داشته بودن. اگه پلیسی از گروه جدا می شد و تک می افتاد، می تونست تبعات خیلی جدی داشته باشه. شاید حتی کار به کشتن اون مأمور پلیس بکشه. این آقای رمزی است که با اصابت جسمی سخت به سرش بیهوش شده. البته پلیس در کشورهای غربی هم زیر تیغ انتقاد است.
خشونت پلیس فرانسه با جلیق زردها و نحوه دستگیری این بچه‌های دبیرستانی در زادگاه حقوق بشر. خشونت بیش از حد پلیس اسپانیا با جدایی طلبان کاتالونیا. و پلیس آمریکا که دائما به خاطر اعمال خشونت بیش از حد و اتهام نژادپرستی مورد انتقاد است. در آمریکا پارسال حدود 1000 نفر با شلیک پلیس کشته شدند و امسال تا این لحظه 850 نفر. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. منتقدان برخوردهای خشن با معترضان از لزوم آموزش مأموران و اصلاح شیوه های رویارویی میگویند. هرچند لازمه چنین اصلاحی تغییر نگاه امنیتی مقام های مافوق است. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. پرهام قبادی، بی بی سی.